شور و اشتیاق خانواده ها در فرودگاه آمریکا با میانجیگری طالبان افغانستان توافق آتش بس بین اسلام آباد و طالبان پاکستان، ایرانی ها، افغان ها و سوری ها در برزخ بین بلاروس و لهستان، خشونت در خانواده از طرف کودکان علیه والدین، اینها بیشتر همه در روزنامه‌های جهان. سلام. یک بحران انسانی در مرز بین لهستان و بلاروس جریان داره. بلاروس که عملاً از اروپا منزوی شده، همچنان مهاجران و پناهجویان رو از کشورهای عمدتاً خاورمیانه به مرز با همسایگانش به ویژه لهستان میبره. شماری از آنها ایرانی و افغان و سوری. گازتا ویبورکشا چاپ ورشو با عکسهایی از مهاجران این سوی سیم خاردار و پلیس در آن سو تیت زده لوکاشنکو به دنبال جمعیت، اشاره به الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس. روزنامه میگه با کمک ارتش بلاروس صدها مهاجر دیگر به مرز با لهستان منتقل شدند. اونها در جنگل اتراق کردند به آرزوی گذر از لهستان و رفتن به کشورهایی مثل آلمان. گازتا ویبورکشا از رسانه‌های آلمانی نقل میکنه که بلاروس تعداد پروازهاش از دبی، استانبول و دمشق به مقصد مینسک رو دو برابر کرده تا شمار بیشتری مهاجر وارد اتحادیه اروپا کنه. به نوشته روزنامه، شماری از مهاجران تلاش کردند از سیم‌های خاردار عبور کنند که با مقاومت نیروهای لهستان روبرو شدند. در آمریکا نیویورک تایمز بالای صفحه اولش عکسی داره از مرد و زنی در فرودگاه نیوجرسی که همدیگر رو یک سال و نیم ندیده بودن، با تیتر بازگشایی مرزها به روی مسافران خوشحالی که به آمریکا آمدند. مقاله میگه در میان آغوش و اشک خانواده‌ها پس از 20 ماه بار دیگر کنار هم هستند. شماری از زوج‌ها از هم جدا مانده بودند، به خصوص در دو سوی مرز آمریکا و کانادا. آمریکا مرزهاشو به روی اتباع واکسینه شده از ده ها کشور باز کرده. در فرودگاه جی اف کی نیویورک فقط دو پرواز از لندن به زمین نشست. مرز زمینی با کانادا هم پس از 20 ماه باز شده. خبری خوش برای هزاران سالمندی که همه ساله برای فصل سرما به جنوب آمریکا، عمدتاً فلوریدا، پناه میبرند. پارسال نتونستند، ولی امسال به محض بازگشایی به صف عبور از مرز اونتاریو به نیویورک پیوستند. در پایین صفحه نیویورک تایمز به فاجعه‌ای که در رومانی در حال وقوع پرداخته، با عنوان رومانی غرق در اخبار جعلی بالاترین آمار مرگ ناشی از کووید رو تجربه کرد. بنوشته روزنامه، بعضی از کشیش‌ها و سیاستمداران با انتشار اخبار نادرست باعث شدن رومانی یکی از پایین‌ترین تعداد واکسینه شده‌ها در اروپا را داشته باشه و نتیجه‌اش مشخص شد. دیروز حدود 600 نفر دیگر جان باختند. در مجموع بیش از 51,000 نفر. در مقایسه جمعیتی آمار مرگ در رومانی 7 برابر آمریکاست و 17 برابر آلمان. نشست آب و هوای سازمان ملل در گلاسکو اسکاتلند در جریانه و اینطور که تایمز در عنوان اولش میگه، چین و سعودی ها مانعی سر راه دستیابی به یک توافق. بنوشته روزنامه، هر دو کشور از اینکه درباره فعالیت های کاهش گازهای گلخانه آمار دقیق بدن سر باز میزنن و حاضر نیستن در توافق چنین چیزی گنجانده بشه. به گفته مذاکره کنندگان، چین مایل نیست درباره رشد اقتصادی شفاف باشه و عربستان سعودی تمایلی به افشای جزئیات درباره بزرگترین آلودکننده‌اش، یعنی شرکت نفتی آرامکو، نداره. در سمت چپ صفحه تایمز تیت زده، خشم از نخست وزیر چون در نشست پارلمان درباره فساد حاضر نشد. یکی از وزرای دولت بریتانیا فعالیت‌های لابی‌گریش رو گزارش نکرده بود و کمیسیون رسیدگی او را برای یک ماه از ورود به پارلمان منع کرد، اما او عقب ننشست و بوریس جانسون نخست وزیر هم با کمک همحزبی‌هاش این تعلیق رو لغو کرد، اقدامی که با موجی از اتهامات فساد از طرف احزاب مخالف و حتی همحزبی‌های خودش روبرو شد. آقای جانسون قرار بود در نشست ویژه پارلمان شرکت کنه، اما به دیدار از یک بیمارستان رفت. این هم واکنش کیر استارمر، رهبر حزب کارگر.
When the prime minister gives the وقتی نخست وزیر به فساد چراغ سبز نشون میده، کارش باعث فرسایش اعتماد میشه. وقتی میگه قوانین مربوط به منافع پنهان دوستان او رو شامل نمیشه، این حرفش باعث فرسایش اعتماد میشه. به جای ترمیم آسیبی که به وجود آورده، نخست وزیر با ترس پا به فرار گذاشته. وقتی از او انتظار میره که کشور رو رهبری کنه، او تصمیم به پنهانکاری میگیره. مثل همیشه دغدغه او حفظ خودشه. در پایین صفحه تایمز از ارتباط قلب سالم با خوابیدن بین ساعت 10 و 11 شب خبر داده. روزنامه از تحقیقاتی میگه که نشان داده اونهایی که پس از نیم شب میخوابن 25% بیشتر احتمال ابتلا به بیماری قلبی دارن. برای اونهایی که قبل از ساعت 10 میخوابن هم احتمال خطر 25% بیشتر بوده. اما خطر ناشی از خوابیدن قبل از ساعت 10 فقط در مردان بوده و نه در زنان. پژوهشگران در این حال میگن این آمار به این معنا نیست که زمان خواب و سلامت قلب علت و معلول هم دیگر، بلکه صرفا یک ارتباط بینشون مشاهده شده. حالا که افغانستان در تصرف طالبانه، در آن سوی مرز بخشی از طالبان پاکستان و اسلام آباد هم تصمیم به برقراری آرامش گرفتند. چندی پیش گفته شد که صحبت‌های پاکستان با طالبان اون کشور با میانجیگری سراج الدین حقانی معاون طالبان افغانستان در جریانه. حالا پاکستان تودی به نقل از فواد چودری وزیر اطلاع رسانی پاکستان این تیتر رو زده: دولت و تحریک اسلامی سر آتش بس به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، جنبش ممنوعه تحریک طالبان پاکستان آتش بس کامل رو پذیرفته. گفتگوها با تحریک طالبان ادامه داره و این گفتگوها بر مبنای قانون اساسی پاکستان خواهد. مقامات افغان یا دولت موقت افغانستان در این گفتگوها شرکت دارند و نقش تسهیل کننده مذاکرات رو ایفا می کنند. واضحه که این آرامش خاطر بزرگیه که بعد از مدت‌ها این مناطق پاکستان به سمت آتش بس کامل حرکت می کنند. شماری از رهبران جهان در نشست آب و هوای سازمان ملل در اسکاتلند از رئیس جمهوری چین انتقاد کردند که در این کنفرانس حاضر نشده، ولی شی جین پینگ با کنفرانس دیگری سرش گرمه. جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست. نیویورک تایمز در این باره مقاله نوشته با تیتر برای هدایت آینده چین، شی گذشته رو بازنویسی میکنه در آنچه که قطعنامه تاریخی توصیف شده. در تاریخ 100 سالی حزب کمونیست فقط دو بار چنین قطعنامه‌ای منتشر شده. اولی در دوران ماو تسه‌تونگ بود و دومی در دوران دنگ شیاپینگ. به گفته نیویورک تایمز، این قطعنامه به مقامات دیکته میکنه که تاریخ مدرن چین چگونه در مدارس تدریس بشه و در فیلم و تلویزیون نمایش داده بشه. دست نیروهای امنیتی رو هم باز میگذاره برای مجازات هر کس که آرمان کمونیسم و شهدا رو به تمسخر بگیره. همچنین انتظار میره در این قطعنامه نام شی جین پینگ به عنوان یکی از سه رهبر تاریخ ساز در کنار ماو و دنگ ثبت بشه، اقدامی که سلطه او بر حزب کمونیست رو افزایش میده تا سال آینده برای بار سوم به رهبری چین برگزیده بشه. وقتی صحبت از خشونت خانگی میشه، معمولا خشونت علیه کودکان یا زنان به ذهن میاد، اما آنچه کمتر بهش توجه شده خشونت کودکان علیه والدینه. دیلی تلگراف نوشته 2000 کودک به دلیل آزار والدینشون به پلیس گزارش شدن. روزنامه میگه در 3.5 سال گذشته پلیس در انگلستان و ویلز بیش از 92,000 گزارش دریافت کرده از والدینی که قربانی اذیت و آزار جسمی و روحی فرزندانشون بودن. حدود نیمی از این گزارش‌ها در مورد کودکان و نوجوانان زیر 19 سال بوده. بیش از 2000 مورد مربوط به کودکان زیر 12 سال. و این خشونت‌ها اشکال متفاوتی داشته، از ضرب و جرح و رفتارهای تهدیدآمیز و آزار جنسی تا خسارت زدن به اموال و حتی اقدام به قتل. به گفته دیلی تلگراف، در این موارد حمایت چندانی از قربانیان به عمل نمیاد. حتی به گفته یک نهاد خیریه، بعضی از والدین پس از شکایت به مسئولان مدارس، پزشکان یا سازمان‌های خدمات اجتماعی تهدید شدن که به دلیل بی‌توجهی به فرزندشون ممکنه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن.
شبکه‌های اجتماعی به خاطر بعضی تأثیرات نامطلوبی که روی نوجوان‌ها دارن با انتقادهای زیادی روبرو هستن، اما گاهی هم میتونن مفید باشن. تا اونجا که واشنگتن پست خبرش رو داده با این عنوان: دختری با استفاده از علامت اضطراری که از تیک تاک یاد گرفته بود نجات پیدا کرد. روزنامه میگه یک دختر 16 ساله آمریکایی که 48 ساعت بود که مفقود شده بود، در خودروی مرد رباینده نمیتونست فریاد بزنه، نه به شیشه بزنه تا از رهگذران کمک بخواد. اما با دست شروع به علامت دادن کرد، نه به زبان اشاره بلکه حرکتی که از تیک تاک یاد گرفته بود. سرنشین یک خودروی دیگر متوجه این علامت میشه و با پلیس تماس میگیره. یک نهاد کانادایی حمایت از زنان پارسال این علامت اضطراری برای کمک خواستن رو معرفی کرد که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در تیک تاک به سرعت دست به دست شد. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. در سه روز آینده ایران اینترنشنال به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ماه گزارش‌ها و برنامه‌های ویژه خواهد داشت. امیدواریم که تماشاگر این پوشش باشید. پس قرار ما دوشنبه. اینم تصاویر روز.